ابراهیم. ابراهیم تو چه میکنی؟ مهمت پسر توست، فرزند خودت، چرا او را انداختی؟ اگر آسیب دیده باشد چه؟ والدم با او بحث نکنید، به حد کافی ناراحت هست. اینها تقصیر تورهان است، عمدن چنین میکند تا برادرم عصبانی شود. چه گفت که عصبانی شود؟ که عثمان پسر او نیست. چرا وقتی مهمت هست باید عثمان را نیز دوست بدارد؟ حتی عثمان باید از این قصد بیرون رانده شود. این چه گستاخی است؟ آری، عثمان شاهزاده مشروع نیست، نباید در انظار دیده شود. منظور ترهان این بوده. ولدم او چه حدی دارد؟ هر کس هر چه بگوید باز عثمان شاهزاده است و این را باید همه قبول کنند. اول نیست شما، مگر چنین نیست ابراهیم؟ این چه معنی دارد؟ عثمان پسر من است. شما چه قبول کنید و چه قبول نکنید حقیقت است و من فردا این را اعلام می کنم. عثمان شاهزاده ولیعهد خواهد بود. چنین چیزی ممکن نیست، اجازه نمی دهم. باز درد سر درست نکن. علما چه میگویند؟ مردم چه میگویند؟ هرگز قبول نمی کنند. این را شما که برای همه امور راه چاره‌ای دارید میگویید والدم؟ آتی که تو ساکت باش، اینها نقشه های توست، میدانم. والدم، عثمان نوه شماست. حال که محبتتان را دریغ میکنید، بگذارید ما حامیش باشیم. حالش چطور است؟ خدا را شکر سلطانم سلامت هستند. خداوند به شاهزاده ایمان رحم کرد. دارویی دادم تا کمی بخوابند، وگرنه نمی توانست از درد بخوابد. زخمشان عمیق است، آثارش باقی می ماند. دیدی سلیمان آقا؟ به خاطر ظریفه آن مصیبت خدا جان مهمتم را به خطر انداخت. خدا را شکر که شاهزاده سلامت هستند. کار آن خاتون بی جواب نمی ماند. نگران نباشید. نباید هم بماند. من خود مجازاتش خواهم کرد. بیا. جناب وزیر اعظم، والده کشم سلطان تشریف آوردند. هرچه زودتر بیایند. سلطانم افتخار دادید. باز هم سرگرم کار هستی. شکایتی ندارم. اوراقی هست که سرور من باید تایید کنند. من نیز قصد داشتم به قصر بیایم. شما حالتان خوب است؟ ابراهیم باز کار خودش را کرد. آوردن یک خاتون نامزددار به قصر کافی نبود. میخواهد عثمان را ولیعهد اعلام کند. چطور میشود؟ آتی که به او جسارت میدهد. هرچه تلاش کردم منصرف نشد. فردا میخواهد رسما اعلام کند. البته اگر ما مانع نشویم. من با ایشان صحبت میکنم سلطانم. فایده ای ندارد. خاتون و فرزندانش باید از پایتخت دور شوند. نباید بیش از این برای من درد سر بسازند. مطمئن هستید سلطانم؟ هرچه باشد شاهزاده است. نمیدانم این که از قصد دور باشد چقدر درست است. البته به جایی میرود که امنیتش را تأمین کنیم. به بهترین شکل از نوه هم مراقبت میشود. من رسیدگی خواهم کرد سلطانم. خیلی میترسم کماندار.
اگر ابراهیم نیز مانند مرحوم مراد از من روی برگرداند چه؟ اگر از من دست بکشد چه؟ سلطانم، گذشتن از شما خیلی آسان نیست. داخل شو. وای عثمان من، سرورم، شاهزاده، شیر مرد من، شاهزاده دلیرم. ظریفه، تصمیماتی گرفتم، میخواهم تو نیز بدانی. بعد از این دیگر کسی نمیتواند شما را در مخفیگاه زندانی کند. شما در حرم خواهید ماند. پس والد سلطان من چه؟ نه والد هم، نه هیچ کس دیگر. هیچ کس نمیتواند شما را بیازارد. فردا شاهزاده بودن عثمان را اعلام خواهم کرد. پس سرانجام آن روز هم رسید. ابراهیم، به من دنیا را بخشیدی. قلبم و روحم برای توست. والدم، خیلی کنجکاو هستم بدانم این وقت شب از کجا میایید. نکند در قصر کماندار پاشا بودید؟ باید به تو توضیح بدهم؟ در حقیقت کنجکاوم بدانم چه موضوع مهمی بوده که نتوانستید تا صبح صبر کنید. شایعی همه جا هست و شما نیز به آن دامن میزنید. چه میخواهی بگویی؟ علاقه عمیق پاشا نسبت به شما سخن میگویم والدم، از احساسات ممنوعش. تو نیز باور کرده ای؟ به جای مجازات کردن آن نادانان و نشان دادن حدشان، مرا متهم میکنی؟ من هرگز به چنین اتهام احمقانه‌ای بها نداده و نخواهم داد. من تنها به شما هشدار میدم. وقتی به گوش من رسیده، ممکن است سرور ما نیز متوجه شود. میدانی؟ حتی شک در چنین مواردی باعث مرگ می شود. اینجا چه میکنی خاتون؟ چه کسی تو را از مخفیگاه خارج کرده؟ چگونه به اینجا آمدی؟ بهتر است که عادت کنی تورهان. بعد از این هر روز یکدیگر را میبینی. سلطان ابراهیم برای من و شاهزادم یک اتاق حاضر کردند. بعد از این در حرم خواهیم ماند. در حرم؟ با یاری خداوند و امر سرورمان، فردا شاهزاده عثمان به عنوان ولیعهد معرفی خواهد شد. آن زمان من نیز به عنوان زن اول در کنار شاهزاده ام به جایگاه هم میرسم. خیال واهی نباف. والد سلطان من هرگز چنین اجازه ای نمیدهد. سلطنتت دیگر تمام شد تورهان. بعد از این دوران من آغاز می شود. پسر من شاهزاده ارشد است و او به سلطنت می رسد.
آن وقت زندگی تو و پسرت در دستان من خواهد بود. شاهزاده، سرورم، تصمیماتی است که امروز در دیوان همایونی اتخاذ شده. سرورم، مسئله ونیزی ها چیست؟ موضوع خیلی مهمی نیست، یک مشکل سیاسی است، به زودی آن را حل می کنیم. شنیدم می خواهید شاهزاده عثمان را معرفی کنید. والده هم تو را فرستاده کماندار، اما بیهوده خود را خسته نکن، تصمیمم قطعی است. سرورم میبخشید، ولی دیگر دیر شده است، اصلا مناسب نیست. چرا مناسب نیست؟ عثمان پسر من است، البته که باید به او بها داده شود. به سن 4 سالگی رسیدند سرورم، اگر کودکی که حتی در دفاتر حرم هم نامش نیست به عنوان شاهزاده معرفی کنید، کسی باور نمی کند. آنها چه حدی دارند؟ اگر کسی باور نکرد میروی و آنها را گردن میزنی. سرورم، موضوع مورد بحث خاندان عالیه سلطانی است، کسی نباید به نسلمان شک کند، در غیر این صورت نظم کشور به هم می‌ریزد. ما مجبور هستیم قوانین را رعایت کنیم. قوانین درست است؟ والدم، این دولت را طبق کدام قوانین اداره می‌کند کماندار؟ حتی نایب السلطنه هم نیست، لکن او همه تصمیمات را اتخاذ می کند، حتی تو را نیز اداره می کند. پس یعنی چه؟ قوانین زمانی که بخواهیم می توانند عوض شوند. ها؟ نشنیدم. آلیست، والدم حال محمد چطور است؟ خدا رو شکر سلامت است، ولی پسرم تا آخر عمر این زخم را به همراه خواهد داشت. این کار پدرش را هرگز فراموش نخواهد کرد، خشمش را، بی محبتیش را همیشه در دلش حسرت خواهد داشت. چنین چیزی نیست، محمد فرزند اوست، تا کنون حتما خودش هم پشیمون شده. برای همین ظریفه به حرم بازگشته؟ به علاوه عثمان را به عنوان ولیعت معرفی خواهد کرد. تو نیز کمی مقصری ترهان، مگر اخلاق پسرم را نمی‌شناسی که عصبانیش می‌کنی؟ چون برایم سخت است والدم، شما نیز می‌بینید وضعیت آشکار است، یک طرف ظریفه، یک طرف شیوه کار، اکنون هم که هماشا آمده، من با چه کسانی هم نشین شدم؟ هم تو هم من، فقط برای اینکه سربرمان خوشحال باشد سکوت میکنیم، صبر میکنیم، ولی دیگر کاسه صبرم لبریز شده. اول به آن ظریفه رسیدگی میکنم، بعد هم به دیگران. چطور ممکن است والدم؟
ظریف فردا زن اول خواهد شد. ناراحت نباش، تو مراقب شاهزاده ام باش، بقیه را من حل میکنم. شاهزاده دلیل و شجاع من، امروز روز ماست. دیگر در گوشه و کنار قصر زندگی نمی کنیم. همه در برابر من سرخم می کنند. ظریف خاتون، باید بگویی سلطان حاجی آقا. ظریف سلطان. سلطانم، سرور من شاهزاده ایمان را در پایگاه ینیچری ها معرفی خواهند کرد. من شما را همراهی می کنم. عرابه حاضر است. بفرمایید. برویم شاهزادم. پدرت و بندگانش منتظر ما هستند. حاجی آقا، چرا به اینجا آمده ای؟ سرورمان کجا هستند؟ سرورمان در اسکودار منتظر شما هستند. گفته بودی معارفه در پایگاه خواهد بود. در اسکودار چه میکنی؟ کشم سلطان شما را فرستاده. آری، برای ما دام گذاشتی. پسرم را رها کن، پسرم را رها کن، رهایش کن، رهایش کن. پسرم را کجا میبری؟ رهایش کن مادر، رهایم کنی. کماندار باشا، پسرم را کجا میبری؟ نگران نباش خاتون، نمیمیرد. مگر میشود کشم سلطان نوه اش را بکشد؟ به مصر خواهید رفت، بعد از این آنجا خواهید بود. خیر، ما جایی نمیرویم. خیر، رهایم کن، رهایم کن. خواهش میکنم کماندار باشا، ما را راهی نکنی. رهایم کن، رهایم کن. سلطانم، از این بلا هم رها شدیم. خدا را شکر، کشتی در آستانه ی حرکت است. من خیلی مطمئن نیستم سلطانم. اگر سرورمان موضوع را بفهمند، ممکن است هر دو بازگردانده شوند. پیشنهادت چیست کوپرولو؟ فکری در سر دارم. دارم آری، ولی ممکن است خطرناک باشد. خطرناکتر از بازگشت آنها به اینجا دیگر چیست کوپرولو؟ هر کاری لازم است انجام دهید. ظریفه و پسرش هرگز نباید بازگردند. سرورم. لاله‌زار کالفا، چرا اتاق را خالی میکنید؟ ظریفه و عثمان کجا هستند؟ سرورم، والد سلطان من به شما شخصا توضیح خواهند داد. همگی بروید بیرون و ما را تنها بگذارید. ظریفه و عثمان کجا هستند والدم؟ باز در مخفیگاه زندانی شدند؟ خیر، آنها را راهی کردم. از پایتخت به دوردست ها رفتند. چه کردید؟ شما چگونه بدونن که از من بپرسید چون این تصمیمی گرفتید؟ تا امروز هر کاری خواستید انجام دادم. دولت، حرم، همه چیز را به شما سپردم. لکن این بار از حدودتان خارج شدید.
نگران نباش، همه ی نیازهایشان برطرف خواهد شد. عثمان به بهترین شکل تربیت می شود. خدا از شما راضی باشد. اصلا او را در کوی و برزن رها می کرد. کمی عاقل باش ابراهیم. این کودک 4 ماه بعد از به سلطنت رسیدن تو در قصری دیگر مخفیانه به دنیا آمد و همان گونه نیز می ماند. چه می شود؟ به قصرم حمله می کنند؟ می آیند جانم را می گیرند؟ آری، چنین می کنند. جانت را می گیرند. چقدر زود آنچه با برادرانت کردند را از یاد برده ای؟ نبردم، از یاد نبردم والدم. تمامشان به وضوح در خاطرم هستند. پس باید به حرف من گوش کنی. من هر کاری میکنم به خاطر محافظت از توست. اگر حتی یک بار به نسلمون شک کنند، نه حکممان میماند و نه سلطنتمون. اگر این سقف آوار شود، همه ما زیر آن میمانیم. اول از همه نیست تو. داخل شو. سینیر فوسکارینی، کوپورلو مهمت پاشا آمدند. بیایند. سینیر فوسکارینی. کوپورلو پاشا، خوش آمدید. افتخار دادید. دیدارتان را به چه مدیونم. اگر آن مسئله در دیوان است، امروز یک کشتی راهی مصر شده. درونش گنجی عظیم و بسیار مهم وجود دارد. انشاءالله دزدان دریایی مالتی که دوستتانند راهش را نبندند. پاشا، من در دیوان نیز عرض کردم ما با آن دزدان دریایی هیچ ارتباطی نداریم. فکر میکنی برایت نقشه دارم تا در دام بیفتی؟ اما در اشتباهی. من حرفم را گفتم، بقیه به تو بستگی دارد. خب، در آن کشتی چه هست؟ جناب حسین، سروران مرا خواستند، با سردرد دارند، خبر فرستادند تصمیم مهمی قرار است اعلام شود. خبر بدی نباشد انشالله. کم مانده بود قیامت بپا شود، به سختی مانع شدیم. سرورمان میخواست عثمان را شاهزاده مشروعش اعلام کند. خب چگونه مانع شده؟ ظریف خاتون و عثمان را به مصر فرستادیم. پس سرورمان به این خاطر ناراحت شدند. میدانید که فرزندشان را خیلی دوست دارند. هرچه به سرمان آمد به خاطر علاقه اوست. حتی حضور آن کودک در قصر یک تهدید بزرگ است. شبها خواب به چشمانم نمی آمد که شاید کسی بفهمد. خیلی می ترسم حال که از آنها رها شده ایم دوباره بازگردند. جناب حسین، با او صحبت کن. به حرف تو گوش می دهد. بگو در پی این مسئله نباشد. شما اصلا نگران نباشید سلطان من. با سرور من با اصول صحبت کرده و آرامشان میکنه. عالی است. داخل شو. بیا استاد، بیا، این درد ما رو میکشد. اینها فقط به خاطر ناراحتی است. بفرمایید، خدمت شما. میدانی چه کرده اند استاد؟ شنیده ای؟ شنیدم. والد سلطان ظریف خاتون و فرزندتان را به مصر فرستاده است. به مصر؟ مگر شما نمیدانستی؟ گفت دوردست. پس دوردست مصر بوده. آن سوی دنیا، آنجا چه می کنند؟ وضعشان چه می شود؟ خدایا
خدایا تو بر من مسلط باش. اصلا قابل درک نیست، اصلا نمیتوانم درک کنم سلطان من چطور چنین کاری کردن. اصلا نمیتوانم. مگر والدم را نمیشناسی؟ او هر کاری که بخواهد انجام میدهد، هیچ کس نمیتواند مانع شود. او تمامی تصمیمات را اتخاذ میکند. خب برای صلاح من چنین کرده. خدای ناکرده عصیان میشود و بندگانم را میکشند. شما نیز باور کرده اید سرورم؟ دروغ میگوید؟ دروغ نیست هاشا، فقط کمی مبالغه کردند. هرچند من میدانم اینها افکار کیست. چه کسی؟ کماندار مصطفی پاشا ذهن سلطانمون را آلوده میکند. میخواهد امور را بر دست بگیرد و دولت را به تنهایی اداره کند. غرور چشمانش را کور کرده. هاشا از حضورتان، خودش را برتر از شما میداند. یعنی خودش را پادشاه میپندارد؟ همه از او شکایت دارند. شما پادشاه هستید، تنها صاحب سرزمین عثمانی شمایید. اگر شما بخواهید همه چیز ممکن میشود. ولی نمیشود استاد، نمیشود. حتی پسرم را از من دزدیدند. کافیست که شما دستور بدهید، دستور دهید آنها را بیاورند. درست میگویی. من پادشاه هستم. هرچه من بگویم مجبور هستند انجام دهند. حالم را تنها تو درک میکنی استاد. شفای روحم میشوی. بعد از این باید همیشه در کنار من باشی. من نیز از شما خواسته دیگری ندارم سرورم، اما تمام توجهات به سوی من است. وقتی به قصر می آیم افرادی آزرد خاطر می شوند. شاید اگر وظیفه مخصوصی داشته باشم صدایشان بریده شود. من نیز همیشه در کنارشان خواهم بود. ظریف خاتون و پسرش را از حرم بیرون کردند. میگویند کشم سلطان او را به مصر فرستاده. خب دیگر، میگویند عجله نباید داشته باشی. دیشب برای تورهان سلطان قد علم کرده بود. به این سلطان نگاه کن، سر ظریف خاتون را کند، اکنون دارد به راحتی در حرم میچرخد. تورهان سلطان این کار را کرده؟ معلوم است. چه فکر کردی؟ خدا میداند برای والده پیر چه زبانی ریخته که خاتون را از قصد تبعید کردند. حلوایش را بپزند تا بخوریم. مرا ببین، تو نیز خودت را حاضر کن. زردک کایا، هرچه می گذرد زیباتر می شوی. خدا تو را حفظ کند. اگر اجازه بدهید می خواهم فردا به مقبره پدرم بروم. باشد، حتما من هم می آیم. خیلی دلتنگش می شوم. بعضی از شبها به خوابم می آیم. من نیز دلتنگ هستم دخترم، خیلی دلتنگ هستم. جایش در بهشت باشد. والدم، کایا به اتاقت باز کرد. والدم،
چه شده که باز چهره در هم شده؟ شما دلیلش را خیلی خوب میدانید. چطور این کار را کردید والدم؟ چرا یک کودک را به آن سوی دنیا فرستادید؟ تو به جای آن که به برادرت راه درست را نشان دهی، او را به چاه میاندازی. من نیز میخواهم دچار چنین اشتباهی نشود. شاید هم بزرگترین اشتباه شما باشید والدم. اشتباه وجود شماست. امیدوارم یک روز ما نیز از این اشتباه رها شویم. پاپ اوربانوس فوت شده است. به جایش پاپ نوکندوس انتخاب شده و به محض رسیدن به مقامش، برای جنگی که در اروپا جریان دارد، می‌خواهد با شاهان و سلاطین دیدار کند. جنگ کفار با یکدیگر باید ادامه داشته باشد. اگر تمام شود علیه ما خواهد بود. نباید چنین اجازه بدهیم دوباره صلیبیون با هم متحد شوند. تعظیم جناب سلطان ابراهیم خان. کاپیتان دریا حسین پاشا. سرورم، کشتی که راهی مصر شده را متوقف کنید. ظریف سلطان و شاهزاده عثمان را فوراً به قصر بازگردانید. اطاعت می شود سرورم. فرماندهان فوراً پیگیری خواهند کرد. کماندار مصطفی پاشا، امروز دیوان را من اداره خواهم کرد، زیرا تصمیمات مهمی گرفتم. خیر باشد سرورم. خیر است، خیر است انشالله. جناب حسین را به عنوان حاجی سلطانی تعیین میکنم. سرورم، جناب حسین در مکتب درس نخونده. رسیدن چنین فردی از سطح پایین به این مرتبه و مقام اصلا بر اساس لیاقت نیست. براستی؟ پس حال که چنین است، من نیز از دادن مقام حاجی سلطانی به جناب حسین منصرف شدم. بسیار درست است. مقام تو چه بود؟ من قاضی القضات آناتولی بنده تان شامیزادم. آلیس، آلیس، پس تو را عزل می کنم و به جایت استاد جنی را قاضی القضات تعیین می کنم. وسیله خیر باشی. مبارک باشد، مبارک باشد سربرم، بانی خیر شود. البته شما صلاح و خیر همه چیز را خیلی خوب می دانید. فقط می خواهی آن را به جای تو تعیین کنم؟ حسین پاشا، تو هنوز اینجا هستی؟ فوراً شاهزادم را برای من بیاور. اطاعت می شود سربرم. میخواهم به قصد بازگردم. باز میگردیم شاهزادم.
نگران نباش، باز میگردی. عثمان همراه من بیا، باید مخفی شویم. بیا همه جا را بگردید، تلات سکه جواهر هرچه هست را بردارید، زود باشید. عجله کنید، کشتی های عثمانی در پی ما هستند. وقتی کارتان تمام شد کشتی را هم آتش بزنید. شما کی هستید؟ از ما چه میخواهی؟ بیا اینجا. پسرم را رها کن. مادر. او را بگیری. چون این نکنید خواهش میکنم، ما را نکشید. ما منصوب به خاندان عثمانی هستیم. پسرم یک شاهزاده است. شاهزاده عثمانی است. او شاهزاده عثمانی است. جواهر اصلی اینجا است. فوسکارینی ما را بیهوده به اینجا نفرستاده. این غیر ممکن است. این کار والدم ستمگری است. کاری که پیشتر با برادرم مراد کرد را اکنون میخواهد با ابراهیم کند. میخواهد او را نیز با خود دشمن بسازد. چه انتظاری داشتید سلطانم؟ از این اخلاقشان دست نکشیدند. افسوس که کشم سلطانمان مصیبتی برای ما برمغان میآورند. میدانم ملک، من نیز میخواهم مانعش شوم. فقط نمیدانم باید چه کنیم. مانند خود ایشان رفتار کنید. میدانید که از سرورمان قدرت میگیرند، به نام ایشان تصمیم میگیرند. حال که ایشان به دیگران گوش نمیدهند، باید از شما حرف شنوی کنند. به علاوه به شما خیلی اعتماد دارند. حرف مرا باور کنید، تنها راه محافظت از برادرتان این است.